کلمات علیا صیغه اسم تفضیل است، برای مؤنث استفاده می شود به معنی بلند، برتر. سفلا پایین. تعولو تو نفقه میکنی، انفاق میکنی. ان ظهری غنن از روی بی‌نیازی. مقصود از بی‌نیازی، از روی بی‌نیازی دو معنا داره، یکی یعنی به مال دلبستگی نداره، یا معنایش است که بعد از اینکه مقدار ضرورت خود را نگه می‌داره که محتاج نشوه، مازاد از او را انفاق میکنه. یستعفف پاکدامنی میکند. استعف یستعف استعفاف باب استفعال است. اینجا چون منی شرطی آمده و منی شرطی فعل مضاعف فعل مجزوم میکنه، به اساسی که مجزوم شده، لذا همو ادغامی که میانی حرفی فا صورت گرفته بود و ادغام از بین رفته، اصلش هست یستعفو، و چون من داخل شد و را مجزوم ساخت، لذا هر حرف و جای خود پس دوباره برگشتن. یستعفیف، یستعفیفو یعنی پاکدامنی اختیار میکند. یعفو بابی افعال است، معنا بی‌نیاز میگرداند. یستغنی به معنای بی‌نیازی میکند، این هم باب استفعال است. استغنا یستغنی استغناءن، بی‌نیازی اختیار کردن. یغنیهی اصلش اغنا، یغنی از باب افعال بی‌نیاز میسازد. فواید حدیث. اولی که انسان باید صدقه را از کسانی آغاز کند که آنها مسئولیتی وای هستند. صدقه را از کسی آغاز کند که آنها مسئولیتی وای هستند. اینجا ابدا به من تعول گفته. دوم، برتری و فضیلت صدقه دهنده بیان شده. دهی ید علیا مدست صدقه دهنده مراد است. سوم، بهترین صدقه اموست که انسان از روی بی‌نیازی او را انفاق کنه، خرج کنه، مقدار ضرورت خود را نگه داشته باشه و مازاد از او را مصرف کنه، یا اینکه به مال دلبستگی نداشته باشه. و من یستعفف، و فایده دیگه ای که پاکدامنی بار می آرد و بی‌نیازی بار می آورد. حدیثی بعدی، حدیثی 636، این حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت است. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند تصدقوا، صدقه دهید. فقال رجل یا رسول الله، پس گفت یک نفر یا رسول الله عندي دینار، ای پیامبر الله نزدی من یک دینار هست. دینار موسیقی طلایی که معادل 4.25 گرام، یعنی 4 گرام و ربع گرام، 4 گرام و ربع 1 گرام است. قال تصدق به على نفسك، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت صدقه کن آن را بر نفس خودت، بر خودت، یعنی ما یحتاج زندگی و ضروریات خود از او فراهم کن، و این هم صدقه هست. قال عندي آخر، گفت نزدی من یک درهم دیگر نیز هست. قال تصدق به على ولدك، گفت صدقه کن آن را بر فرزندانت. قال عندي آخر، گفت نزدی من درهم دیگری نیز هست. قال تصدق به على خادمك، صدقه کن آن را بر خدمتگزارانت.
قال عندي آخر، آن شخص گفت نزد من یک دینار دیگری نیز هست. قال انت ابصر به، انت ابصر، تو بهتر میدانی یا داناتر هستی که آن را در کجا به مصرف برسانی. کلماتی که اینجا هست کدام کلمه مشکلی نیست، فقط تصدقو صیغه امر است، معنا صدقه کنید. ابصر کسی که بدانه یک چیزی را، یعنی اینجا پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که تو میدانی، که به معنا که فراتر از این هر جایی که تو لازم ببینی مناسب ببینی در اونجا میتانی او درهم خود به مصرف برسانی. فوایدی که از این حدیث گرفته میشوه، یکی است که انفاق بر اهل حقوق در اجر و ثواب مانند صدقه هست، یعنی کسایی که بالای ما حقوق دارن، مصاریفی از اونا، نفقه از اونا به دوش ما هست، اگر بالای از اونا انفاق میکنیم این هم اجر و ثواب داره، همان گونه که صدقه به دیگرا اجر و ثواب داره. دوم، اینکه انسان در صدقه کردن مراتب در نظر بگیره. کسی که از همه اولا هست اول به او، در صورتی که ضرورت داشته باشه. اگر او ضرورت نداشت باز کسی که در مرحله دوم است. اگر ضروریت های از اونا هم مرفوع بود باز به کسی که در حق در مرتبه سوم قرار میگیره. مثلا اول نفس خود انسان میایه، بعد از او باز حقوقی خانواده اهل و عیال میایه، باز حقوقی زیردستان، خدمتگزاران، کسایی که تحت امر انسان هستند، اینها میایند. و فراتر از این انسان به هر کسی که خواسته باشه باز میتونه به قاریب و به همسایه های دور و نزدیک و هر کسی که مناسب بینه در اونجا میتونه صدقه بکنه. عنوان بعدی هست حکم صدقه دادن خانم از مال شوهرش. حکم صدقه دادن خانم از مال شوهر، یعنی آیا شوهر میتونه از مال خانم خانم میتونه از مال شوهر صدقه کنه و آیا در این کار براش کدام اجر و ثوابی هست یا نه؟ از عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است، قالت او گفت قال النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اذا انفقت المرأتو، زمانی که خرج کرد زن از غذای طعام خانوادهش، غیر مفسدتین، بدون اسرافکاری کان لها اجرها، برای خانم هست ثواب ای صدقه دادن، بما انفقت، در مقابل آنچه که او صدقه داده و انفاق نموده. ولی زوجها اجره، و برای شوهرش پاداش وی هست، بمکتسب، به سبب اینکه آن مال را او به دست آورده است. ولی الخازنی، و برای کسی که خزانه دار و مسئول انبار هست، مسئولیت گرفتن و دادن مال داره، همین گونه اجر است. ولا ينقص، و کم نمی کند برخی آنها پاداشی برخی را، یعنی پاداشی که به خانم داده میشه و از پاداش شوهرش کم نمی کنه، پاداشی از اینها از پاداش خادم کم نمی کنه، و یا پاداش خادم از پاداشی از اونها کم نمی کنه. به هر کس الله عز و جل ثواب کاملی صدقه را عطا می کنه. مفسده اینجا به معنای اسرافکاری هست. اسراف الله از پیامبر صلی الله علیه و سلم فساد خوانده، چرا که چون در غیر هر چیزی که در غیر محلش باشه به صورت ظالمانه صورت بگیره او فساد است، و اسراف همچن در غیر محل و به صورت ظالمانه صورت میگیره، لذا از او به افساد تعبیر شد.
فوایدی که از حدیث دانسته می شود، اول جوازی صدقه دادن خانم از مالی شوهر است. البته علما ایره مقید ساختند به اینکه شوهر برای خانم میخواد به صورت صریح یا ضمنی اجازه چنین کار را داده باشد. اما اگر شوهر برای خود اجازه انفاق خودسرانه را نداده باشه و خانم بدانه که با این کار از او شوهرش ناراحت می شود، در چنین صورت علما گفته اند برای خانم جایز نیست که مال شوهر خود بدون اجازه او به مصرف برسانه. فایده دوم ای که انفاقی که خانم به اساس اجازه صریحی یا ضمنی شوهر میکنه، در این کار هم برای شوهر ثواب است چون او مال کسب کرده، برای خانم ثواب است به خاطر که او این مال به صدقه کردنش امر نموده، و برای خادم یا خزانه دار ثواب است به خاطر که وسیله انتقال مال به سوی فقرا و مساکین مستحقین می شود. فایده سوم این که اجری هر یکی از آنها اجری کامل است و سبب کاهش پاداشی آنها نمی گردد. عنوان بعدی صدقه دادن به شوهر و اقارب. حدیث از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت است، قال او گفت جاءت زینب امرأة ابن مسعود، آمد زینب خانم عبدالله ابن مسعود، فقالت پس گفت یا رسول الله ای پیامبری الله، اینک امرت اليوم بالصدقتی، امروز تو امر کردی به صدقه دادن، و کان عندی حلی لی و نزد من زیوراتی از خودم بود، فاردت ان اتصدق به، خواستم که این زیورات را صدقه کنم، فزعم ابن مسعود، ابن مسعود می پندارد که انه و ولده، که او و فرزندانش احق من تصدقت به، شایسته ترین مستحق ترین کسانی هستند که این مال را بر آنها صدقه کنم. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود صدق ابن مسعود، ابن مسعود راست گفت، زوجکی و ولدکی، شوهری تو و فرزندان تو احق من تصدقتی به علیهم، مستحق ترین کسانی هستند که تو بر آنها صدقه میکنی. کلمات اینجا حلی ای جمع است و مفردش حلیون میه، امو زیورات، زیوراتی که خانم ها معمولا میپوشند، از نقره باشه، از طلا باشه، یا از کدام دانه های قیمتی دیگری بوده باشه. زعمه به معنی گمان کردن، پنداشتن. فواید حدیث، اول اینکه صدقه به اقارب، ای اولا است نسبت به صدقه کردن به غیر اقارب. دوم، علما از این حدیث استدلال کرده اند که خانم میتونه زکات خود به شوهرش بدهه، در صورتی که شوهرش انسانی فقیر و نادار باشه. اما شوهر نمیتونه زکات خود به خانم خود بده، چرا که نفقه خانم به دوش شوهر است، ولی نفقه شوهر به دوش خانم
نیست. حدیث بعدی، عنوان بعدی نکوهش و تقبیح سؤالگری و انجام بدی این کار. عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال النبی صلی الله علیه وسلم، از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است، او گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود ما یزال الرجل یسأل الناس، انسان همیشه از مردم سؤال میکنه، شخص همیشه از مردم سؤال میکنه، حتی یأتیه تا آنکه می آید روز قیامت لیس فی وجهه مزعت لحمین، که نمی باشد در رویش یک قطعه گوشت، نمی باشد در رویش یک قطعه گوشت. ما یزالو به معنای همیشه، ما یزال لا یزال به معنای همیشه هست، مزعه به معنای قطعه. حدیث دوم از ابو هریره، حدیث 640 از ابو هریره روایت است، رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، او گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من سأل الناس اموالهم، کسی که سؤال کند از مردم مالهایشان را، تکثرن به غرض اضافه ساختن مال خود، فإنما يسأل جمرا، به تحقیق او آتش دوزخ را سؤال می کند، فلیستقل او لیستکثر، پس حالا اختیاری اوست که کم سؤال می کنه او لیستکثر یا زیاد سؤال کنه، فلیستقل پس کم سؤال کند او لیستکثر یا زیاد سوال کند. تکثر به معنای اضافه ساختن مال، یعنی سوالش به خاطر ضرورت نیست بلکه به خاطر افزون ساختن است. جمر قوغ آتش، اخگر آتش، لیستقل کم کند، لیستکثر زیاد کند. اینجا مقصود امر به این کار نیست، مقصود تهدید است و اخطار است. یعنی اگر کم سوال کرد آتشی کمتری نصیبش، اگر زیاد سوال کرد آتشی زیادتری نصیبش. در هر دو صورت سوالگری بدون ضرورت سبب دخول آتشی نار میشه. فوایدی این دو حدیث، اول این که سوالگری باعث مواجه شدن با خطرات شدیدی اخروی می باشد، دوم شخص سوالگر روز قیامت در حال حشر می شود که رویش یک قطعه گوشت هم ندارد جز استخوانها چیزی بر رویش نمی باشد. و سومی که سوالگری انسان با آتش دوزخ می کشانه. البته سوال از این حدیث دوم دانسته می شود که سوال اگر به خاطر ضرورت و به قدر ضرورت باشه باز با این تهدید شخص سوال کننده روبرو نمی شود. حدیثی عنوان بعدی تشویق به کسب و کار. بدیهی است که اسلام دینی تنبلی، دینی خوردن و خوابیدن نیست، دینی حرکت است، دینی است که پیروای خدا به فعالیت و به فعالیت و کسب و کار تشویق میکنه، نه به اینکه باری دوشی دیگرا باشن. عن الزبير بن العوام رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله، هرگاه اگر بگیرد یکی از شما ریسمان خود را،
فیعتی بحزمت الحطب على ظهره، پس بیاورد بسته هیزم را بر پشتش، فیبیعها، پس آن را بفروشد، فیکف الله بها وجهه، و به این وسیله نگه بدارد الله رویش را، یعنی آبرویش را. خیر له، این کار بهتر است برایش، من ان یسأل الناس، از این که از مردم سؤال کند، اعطوه، چی برایش بدهند، او منعوه، چی برایش ندهند. حبل، ریسمان، حزمه، بسته، بسته چوب، بسته زم، بسته هر چیزی که یک مجموعه مانند بسته پالا گندنه، هم از اینار ها چیزی که یک مجموعه از یک جای کرده میشه بسته میشه و را حزمه گفته میشه. یکوف و کف، یکوف به معنی نگه داشتن. فواید حدیث: اول، تشویق به کسب و کار. دوم، ایکی کسب و کار حتی مشقت هم داشته باشه، این بهتر است از سوالگری، اگرچه بر اساس ضرورت هم باشه. کسب و کار اگرچه مشقت هم داشته باشه، بهتر است از سوالگری، اگرچه بر اساس ضرورت هم باشه. و فایده سومی که اسلام پیروای خود به کار و به فعالیت و امر میکنه، نه به یکی باری دوشی دیگرا بوده باشن. حکمی سؤال از زمامداران در حالات نیازمندی. در احادیث قبلی، در دو حدیث اول، انجام بدی سؤالگرا بیان شد. در حدیث دوم، کسب و کار بهتر قرار داد نسبت به سؤالگری. حالا یک مسئله دیگه هم در حدیث، در پهلوی تهدیدی که مشتمل است، یک مسئله دیگه هم بیان می شود که سوال کردن از زمامدارا و یا سوال کردن در حالات نیازمندی چه حکم دارد. عن سمورة بن جندب رضی الله عنه قال، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، از سمورة بن جندب رضی الله عنه روایت است، او گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، المسألة كد، سؤال کردن خراش است، يكد بها الرجل وجهه، که می خراشد به وسیله آن انسان رویش را، الا ان يسأل الرجل سلطانا، مگر اینکه سؤال کند انسان از زمامدار، از پادشاه، از رئیس جمهور، از کسایی که نائب آنها در امور حکومتداری هستند، او فی امر لابد منه، یا سوال کند در کاری که ضرورت دارد، یا سوال کند در کاری که ضرورت دارد. کلمات: کد مصدر است، خراش، کد هم معنای خراش است، یکدو می خراشد، در بعضی کتاب ها به نام به یک دحو آمده، او هم معنای خراشیدن میه، یعنی وقتی که پوست بدن خراشیده می شود، یک منظری بسیار ناخوشایند ارائه میکنه. به می خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم سوالگری را به مو خراش تشبیه داده که در روح و در بدن انسان ایجاد می شود. لابد منه، که ضرورت هست، مورد نیاز هست. حکمی یا فواید حدیث: اولی که مسئل سوالگری آبروی انسانه در دنیا از بین میبره، هم در دنیا و هم در آخرت، آبروی انسان از بین میبره هم در دنیا و هم در آخرت. و این مطلب در حدیث قبلی بیان شد که روز قیامت انسان سوالگر میآید که برویش قطعه گوشت نمیباشه. دوم، البته سوال کردن از زمامدار، از کسی که بزرگ مسلمان ها هست، سربراه مسلمان ها هست، جایز است، چرا که او اختیاری بیت المال به او نزدی اوست، و بیت المال مالی است که
با عموم مسلمان ها تعلق میگیره. پس سوال از امیر مسلمان ها، از رئیس جمهور، از کسایی که نایبی از او هستن، از اونها کمک گرفتنی در حقیقت درخواست و مطالبه حق خود است، در سوال داخل نمیشوه و در سوالی که مذموم و مکروه است. و به همین ترتیب سوال بر اساس ضرورت هم ای جایز است، ولی سوال در امر ضرورت به اندازه رفع ضرورت باشه، ولی بیشتر از رفع ضرورت سوال کردن باز در امو تهدیداتی که در احادیث قبلی داخل ذکر شده ای در تحتی از او شامل می شود. الله عز و جل ما و شما را و همه مسلمان را از عادت سوالگری نجات بده و جامعه اسلامی را هم از این عادت بد محفوظ داشته باشه. و صلی الله علی نبی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.